به اون ماده و بعد مشخصاً اعتیاد رو براشون به وجود میاره. دقیقاً به اصطلاح برای حالا توی به اصطلاح بحث بیخوابی که صحبتش بکنیم، شایع ترین دارویی که مردم استفاده میکنن الکل. الکل اجازه میده که شما راحتتر خواب برین، ولی خواب رو نهایتا توی مدت شب مختل میکنه. به این ترتیب که معمولش این هستش که کسی که الان یه مقدار مشروب خورده راحت میره سرشو میذاره میخواد، ولی بعد از چند ساعت الکل که از بدن خارج میشه ویدرال به وجود میاد، یعنی به اصطلاح عدم وجودش رو بدن حس میکنه و ریاکت میکنه. به این ترتیب از خواب بیدار میشه، دیگه خوابش نمیبره. بعد کابوس توی آدمایی که به اصطلاح الکل درینک میکنن هر شب بیشتره، چون دیورتیک به اصطلاح ایجاد ادرار میکنه، پا میشن میرن دستشویی، احساس سوزش، احساس اسید ریفلاکس ایجاد میکنه. یعنی تمام اینا رو که به اصطلاح در نظر بگیرین، خواب رو معمولا کیفیتش رو و کمیتش رو کمتر میکنه. فقط اون لحظه، اون مرحله اولش ممکنه کمک کنه که مریض راحت بخوابه. یکی الکلی که میخوام صحبت کنم در موردش، در مورد مواد مخدر که اصلا صحبتی نمیخوام بکنم چون وضعیتشون مشخصه. الکل واقعا خیلی روشن نیست نقشش برای مردم که چقدر وحشتناکه توی به اصطلاح کیفیت خواب و کمیت خواب. یه مسئله دیگه این داروهای اوور دی کانتر. داروهای اوور دی کانتر خیلی وسیع استفاده میشه. میلیون ها نفر از تایلنول پی ام، نمیدونم ادویل پی ام، معمولا هم اینا بیسش آنتی هیستامینی، داروی آلرژی، بنادریل به طور معمول. اون کاری که میکنه مثلا احساس خواب رو دیگه جز عوارض این دارو هست که برای همین هم استفاده میکنه ازش. خصوصا تاکید دارم کسایی که بالای 50 سال هستن، مردا و خانمایی بالای 60 سال، به هیچ عنوان از این دارو استفاده نکنن، برای اینکه عوارضش اولا توی مرد در مورد پروستات کاملا شناخته شده است و ایجاد به اصطلاح ریتنشن میکنه، یعنی مرا به ایرانی به فارسی بگم ایجاد شاشبند میکنه، یعنی طرف نمیتونه ادرار کنه یا مجبورش میکنه که هی مرتب بره دستشویی. بعد گیجی به وجود میاره تو آدم مسن، این گیجی بین شب ممکنه زمین بخورن و خیلی خطرناکه. اینه که داروهای به اصطلاح اوور دی کانتر رو واقعا حتی الامکان باید حذف کرد، خصوصا از سن که میره بالاتر. این به اضافه اینکه شما هیچ وقت به دکترتون نمیگین که مثلا من میرم این دارو اوور دی کانتر میخورم، شما دارین مثلا برای چیزهای دیگه یه داروهایی دارین میخوری. فرض کن که طرف قربان داشتم همین این هفته مثلا داشتم مریضی که داره مثلا ولبوترین میخوره یا مثلا داروهای ضد افسردگی داره میخوره، میاد میره به سراغ قرص اوور دی کانتر خوابم میخوره، این اینتراکشنش باعث اصلا شبا اختلال خوابش میشه، بعد اون مشکلات روحیش رو بدتر میکنه. اینه که شدیداً توصیه میکنم که داروهای به اصطلاح اوور دی کانتر رو با احتیاط برین سراغش. بالعکسش هم وجود داره دکتر، کسانی هستن که در فضای سمزدایی هستن، سالیان سال الکل رو استفاده کردن، یا ماریجوانا، تریاک، هروئین هر و داروهای محرک رو استفاده کردن. البته محرک بلکس اگه استفاده نکنن حداقل خوابشون میبره، ولی وقتی که این نوع مواد مخدر و یا الکل رو برای زمان طولانی استفاده کردن و دارن میرن زمان سمزداییشونه و بعد از سمزداییشون، میبینیم که اختلالای خواب دارن تقریبا برای مینیمم 6 ماه. درست. راجب اون هم اگر لطفاً صحبت بکنین، چون اکثر اشخاصی که میان اولین حرفی که میزنن اینه که من نمیتونم بخوابم و بعد میرن یا دوباره اون الکل یا مواد مخدر استفاده میکنن یا میرن داروهای اوور دی کانتر برای خواب رو استفاده میکنن. باز اون یعنی این رو واقعاً بذارم به عهده اون کسی که داره درمونشون میکنه، حالا یا پزشکیه یا روانشناسه یا روانپزشکه، که اجازه بده به صورت شورت ترم حداقل از داروهای به اصطلاح خواب پریسکریپشن استفاده بکنن. خب یه سریش هستش که عوارض کمتری داره و حتی مثلا برای 6 ماه استفاده کردن دیپندنسی به وجود نمیاره. داریم موردش، حداقل دو سه تا موردش توی بازار هست. اینه که یه جاهایی ما مجبور میشیم از داروهای خواب استفاده کنیم، یکی از ایندیکیشناش همینجا هست.
به اضافه این که حالا کسایی که به علتهای دیگه شورت ترم دچار بیخوابی میشن بازم داروهای خواب رو استفاده میکنیم، ولی کلن بیخوابی رو علتش رو حالا برمیگردیم دوباره به بحثی که اول داشتیم، علتش شناسایی شدنش و بعد درمونشه که به اصطلاح ریسک دیپندنسی تو این داروها که مردم هم خیلی نگرانش هستن که چرا مثلا برای بیخوابی قرص باید بخورن و اینا رو کاهش بدیم یه همچین درد سرایی رو. دقیقا. و خب میدونم که زمان دیگه هم که اون داروها استفاده میشه وقتیه که یک شخصی بایپولر داره و در درست. حقیقت میره بیماری دو قطبی در حقیقت داره و افسردگی و شیدایی، و در زمان شیدایی میبینیم که خواب کم میشه، یعنی یک شخص ممکنه 24 ساعت بیدار باشه و همینطور عصبی بودنش بیشتر میشه و کاملا نمیتونه بخوابه، و در اون زمان هم هست که دوباره دارو درمانی به وسیله پزشکش خیلی مهمه که اون شخص رو بتونه دوباره فضای به تعادل برسونه حالت شیمیاییش رو، در حالی که در حالت افسردگی خیلی زیادش پرخوابی خیلی زیادی خواهد داشت، میبینید 16 ساعت میخوابه و حاضر نیست از توی تخت بیاد بیرون، و اون زمان هم احتیاج بسیار زیادی هست به دارو درمانی برای همچین مواردی. ولی غیر از این موارد خیلی مواقع با روان درمانی که ببینیم چه مخصوصا مسائلی که تشویش و التهاب زیرش هست یا افسردگی هست، خیلی از تحقیقات نشون داده که الزاما ضد افسردگی ها یک مدت کوتاه ممکنه کاری بکنه، ولی کارایی آنچنانی در مدت طولانی مدت نداشته، و تو این تحقیقات نشون داده که وقتی که حتی ضد افسردگی داروهای ضد افسردگی با روان درمانی استفاده میشه و یا روان درمانی به مدت طولانی تری استفاده میشه، میتونه که کلن روی ذهنیت طرف و مواردی که ممکنه اون شخص رو نگذاره که با آسوده بخوابه و مسائلش حل نشده در نتیجه در موقع خواب یک مقدار سراغش میاد رو بیشتر حل بکنه. مورد دیگه ای هم که صحبت هست راجع به هیپنوتیزم هست. هیپنوتیزم یکی از کارهاییه که یک نوع اینترونشن ها، یک نوع متد هایی هستش که در حقیقت اون شخص رو به حالت خلسه و یا حالت ریلکسیشن و آرامش خیلی خیلی عمیقی در بدنش میتونه ببره، و در اون شرایط میتونه که اون شخص رو حداقل بدنش رو برگردونه به یک فضای سالم و اونو آماده تر بکنه برای اینی که استراحت بکنه. یکی از موارد دیگه خود یوگا و مدیتیشنه. درست. و اشخاصی که یاد میگیرن که یک سری تکنیک های یوگا رو استفاده بکنن برای اینکه بدنشون رو آروم بکنن و بعد مدیتیشن رو انجام بدن و مغزشون رو آروم بکنن، هم خیلی خیلی کمک کرده به خواب عمیق اونها و زودتر به خواب رفتن اونها. یکی از چیزهایی که من مکرر استفاده میکنم برای بیخوابی ماسل ریلکسیشن تکنیک، پروگرسیو ماسل ریلکسیشن تکنیک، که به صورت پیشرونده یه حالت انقباض یا عضلات و بعدش انبساط ایجاد میکنه و یه آرامشی در نهایت مریض پیدا میکنه، و در کنار به اصطلاح تراپی کردن، تغییر به اصطلاح رفتار دادن، این که در مورد اون کانسپت هایی که توی ذهن مریض هست که باعث نگرانی بیشتر میشه در مورد بیخوابی، تصحیح کردن اونا، صحبت کردن در موردش به کیفیت خواب در طولانی مدت بسیار کمک میکنه. و همین پروگرسیو ماسل ریلکسیشنی که فرموده بودین رو یکی از تکنیکایی هستش که در اون آدیو سی دی هایی که من به وجود آوردم برای هیپنوتیزم وجود داره، و در نتیجه میتونید که اونها رو استفاده بکنید برای اینی که فقط شاید برای کسانی که به خاطر استرس زندگی یک مقدار بیخوابی دارن، ولی اگر بیشتر از اون و ورای اون هست که حتما باید به پزشکتون مراجعه بکنید تا بتونید چه نوع معالجاتی واقعا وجود داره. اون سری سی دی ها که Wisdom of Life هستش، یکیش مال آرامش، یکیش مال خوابه، یکیش مال رهایی از احساساته که باز کمک میکنه به خواب و وصل شدن به بدن، که همین Progressive Muscle Relaxation هم در همه اینها استفاده شده. هر زمانی که ما بتونیم که بدن خودمون رو آرام کنیم و بعد مغز خودمون رو آروم بکنیم، یک مقدار قاعدتا نزدیکتر شدیم به فضای اینی که بتونیم خواب آسوده‌ای
رو داشته باشیم. ولی خب خواب هم مراحل خودش رو داره. لطف میکنین توضیح بدین.